الو سلام غزاله، کجایی؟ پیش یکی از دوستامم. چی شده مامان؟ کی میای؟ میام، یکی دو ساعت دیگه میام. خوبه حالت؟ آره من خوبم، فقط یه چیزی پیش اومده که باید بهت بگم، اما پشت تلفن نمیشه. باشه، میام خونه حرف میزنیم. حالا کاری نداری الان؟ الان باید بهت بگم، الان باید بیای. باشه حرف میزنیم. صدای چیه؟ چه خبره اونجا؟ هیچی، صدای تلویزیونه. میام خونه مامان، خداحافظ. از من خواستن بهتون بگم امشب امکانش نیست بیاین پیش مرتضی، شرایط اصلا مناسب نیست، بعدا خودشون باهاتون تماس میگیرن. شرایط مناسب نیست یعنی چی؟ حالش خوبه؟ حالشون خوبه. پس چرا خودش زنگ نزد؟ درست نبود خودشون زنگ بزنن. پس گفتی بعدا خودش زنگ میزنه. اینطوری به من گفتن. بعدا یعنی کی؟ من چیز بیشتری نمیدونم، ببخشید. الو؟ الو مرتضی جان، من که بهت گفتم نمیتونم اینطوری. تو دو هفته از داری امشب و فردا میکنی، من که چیزی ازت نمیخوام. هر جا هستی میام پیش تو بهت کمک میکنم، به خدا دارم تو این خونه دیوونه میشم. آخه عزیز من، اگه نمیخواستی منو ببینی پس چرا به هم زنگ زدی؟ پس چرا گفتی میخوای ببینمت؟ من منتظر تلفنتم، زودتر به هم زنگ بزن. قربونت برم. قرار شد خود مرتضی باهاتون تماس بگیره، نباید براش پیغام میذاشتی. من با تو حرفی ندارم، مرتضی خودش بیاد پشت خط باهاش حرف میزنم، همین. الان مرتضی کنار منه، صداتونم داره میشنوه، ولی به ضرر خودشه اگه بیاد پشت خط. الان اونجاست؟ اینجاست، صداتونم رو اسپیکر. مرتضی حالت خوبه عزیزم؟ حالشون خوبه. بگو آدرس جایی رو که هست بفرسته برای من، هر طور شده من باید ببینمش. مرتضی میگه لازم نیست شما بیاین، اگه شرایط مناسب باشه خودش امشب میاد پیش شما، فقط میخواد بدونه الان خونه تنهایی. بله، فقط ممکنه بچه ها بیان. کسی دیگه جز خانواده امشب خونه نمیاد؟ نه، تا قبل از صبح خودش میاد پیشتون، فقط دوباره تماس نگیرید.